اینتر 0 رئال مادرید 2، سنسیر خوشم برای زیدان. یورگن کلوپ سرمربی لیورپول، این برنامه ریزی جنایت هست. شاک با دنیای فوتبال، مارادونا درگذشت. زندان زیدان غمگین، مرگ مارادونا ضایعه بزرگی هست. دیگو مارادونا استرای فوتبال آرژانتین لحظات پیش درگذشت. بر اساس گزارش رسانه‌های آرژانتینی، دیگو مارادونا استرای فوتبال این کشور لحظات پیش در خانه‌اش به دلیل استقلال جانش را از دست داده است. خبر مرگ استرای فراموش نشدنی دنیای فوتبال و آرژانتین به اندازه فوری و مهم بود که در ظرف چند ثانیه تمامی دنیا را تحت تاثیر قرار داد و سرخط تمامی رسانه‌های دنیا شد. این بازیکن تکرار نشدنی فوتبال آرژانتین دو هفته پیش به دلیل مشکلات مغزی جراحی شد و حتی سالم به خانه بازگشت، اما و امشب به دلیل استقلال درگذشته است. رئال مادرید موفق شد در سنسیرو با دو گل اینتر را مغلوب کند. رئال مادرید که فصل جاری لیگ قهرمانان را خوب آغاز نکرده بود، امشب میزبان بازی رفت اینتر را مغلوب کرده و در ایتالیا با دو گل دین هازارد و راجگو به برتری دست یافت. زندان زیدان اولین قهرمانی خود در اروپا را با برتری برابر اتلتیکو مادرید در همین استادیوم کسب کرده بود. رئال مادرید بازی را بهتر آغاز کرد و در دقیقه 5 و با نفوذ ناچو به محوطه جریمه صاحب یک ضربه پنالتی شد که دین هازارد موفق شد دروازه اینتر را باز کرد و تیمش را از همان ابتدا پیش بیاندازد. در دقیقه 13 لوکاس واسکز از سمت راست اقدام به ضربه زدن کرد، اما شوت زمینی او با بچانسی با تیرک دروازه اینتر برخورد کرد و تبدیل به گل نشد. دقایق بعد این بار مندی از سمت چپ وارد محوطه شد و در حالی که خودش موقعیت گزینی داشت ترجیح داد به واسکز پاس دهد تا این فرصت از دست برود. در دقیقه 26 اینتر صاحب یک فرصت ایستگاهی در منطقه مناسب شد، اما ضربه روملو لوکاکو خیلی خوب نبود و از بالای دروازه به بیرون رفت. در دقیقه 29 و روی ارسال مارتین اودگارد در سمت راست که رئال مادرید با سم صاحب فرصت گزینی شد، اما ضربه سر ناچو در اختیار سمیر هندانوویچ قرار گرفت. اما در اواخر نیمه اول آرتورو ویدا در یک صحنه روی اعتراضات شدید دو کارت زرد گرفته و از زمین اخراج شد تا در نهایت رئال مادرید با برتری 1-0 راهی رختکن شود. در دقایق ابتدای نیمه دوم اینتر حملات زیادی را روی دروازه رئال مادرید ترتیب میداد، اما مدافعان این تیم با خوبی مقاومت کرده و اجازه باز شدن دروازه را ندادند. اما در دقیقه 60 رئال مادرید با گل دوم هم دست یافت. ارسال واسکز از سمت راست با ضربه والی و دقیق رودریگو با تاق دروازه اینتر همراه شد و برتری رئال مادرید دو برابر شد. البته گل به نام اشرف حکیمی ثبت شد. در دقیقه 69 و بارسال تماشای تونی کروس بود که واسکز فرصت بسیار خوبی برای زدن گل سوم داشت، اما ضربه والی او از کنار دروازه به بیرون رفت. دقایق بعد وان پریچیچ با حرکت از سمت راست میتوانست اختلاف را به حداقل برساند، اما ضربه او دقیق نبود و راهی به دروازه پیدا نکرد. در ادامه اتفاق خاص روی دروازه ها رخ نداد و رئال مادرید با همان دو گل اینتر را شکست داد. زندان زیدان در نشست خبری پس از بازی با اینتر به مرگ دیگو مارادونا واکنش نشان داد. رئال مادرید در شب که فوق‌العاده ظاهر شد توانست اینتر را در سنسیرو با دو گل شکست دهد و با چانس بود که گل‌های بیشتری نزد. اینتر از دقیقه 34 با اخراج آرتورو ویدال 10 نفره شده بود که این کار را برای رئال ها ساده‌تر کرد. ادین هازارد و رودریگو گل‌های رئال مادرید را به ثمر رساندند تا این تیم 7 امتیازی شده و با یک امتیاز دیگر برای صعود نیاز داشته باشد. زندان زیدان در نشست خبری پس از بازی به مرگ دیگو مارادونا اشاره کرد و گفت این ضایعه بزرگ برای فوتبال هست. کاری که دیگو در جام جهانی 1986 انجام داد همیشه در ذهنم مانده است. من 14 سال داشتم و از حرف زدن باز مانده بودم. همه غمگین هستیم. پیروزی بر اینتر. نمایش خوبی از همان ابتدا ارائه دادیم و با شخصیت و جدی بودیم. این امتیاز بسیار مهم بود و برای کسبیان نیاز بود بهترین بازی را انجام دهیم و همین کار را هم انجام دادیم. برای بازیکنان خوشحالم، چرا که زمانی که نیاز باشد خودشان را نشان میدهند. تفاوت با بازی برابر ویارال، فوتبال همین هست. برابر ویارال هم شایسته 3 امتیاز بودیم. مهم برای من این بود که بازیکنان همه توانشان را در زمین گذاشتند. ادن هازارد، چیزی که ادن هازارد کم دارد بازی کردن هست. هرچقدر دقایق بیشتر بازی کند به فرم خوبش نزدیکتر خواهد شد. چهره جدی زیدان، جدی نیستم و در دلم خوشحالم. مرگ دیگو مارادونا مرا تحت تاثیر قرار داد، ولی از برد تیمم خوشحالم. یورگن کلوپ سرمربی لیورپول معتقد است تیمش مقابل آتلانتا شایسته شکست بوده است. لیورپول امشب موفق به خلق فرصت چندانی روی دروازه آتلانتا نشد،
و در نهایت در استاد منفیلد با دو گل مغلوب انتیم شد. لیورپول شنبه ظهر باید در لیگ برتر با مسافه برایتون برود و یوگن کلوپ که در هفته های اخیر بارها با برنامه ریزی مسابقات ایراد گرفته این سبک برنامه ریزی را چیزی مانند جنایت می دانند. یوگن کلوپ گفت در کل شاهد نمایش خوبی از سوی هر دو تیم نبودیم و هیچ کدام تا زمانی که آتلانتا موفق شد در نیمه دوم به گل اول دست یابد موقعیت چندانی روی دروازه های یکدیگر خلق نمی کردیم. در نهایت در این دیدار دشوار شایسته شکست بودیم. داور خیلی سود نمی زد و این موضوع احتمالاً شرایط را هم برای ما و هم آتلانتا دشوار کرده بود. وقتی نیمه اول تمام می شود دیگر بازیکنان با شرایط تطبیق یافته و خود می گیرند، اما چند تن از بازیکنان لیورپول مدت ها بود با ترکیب قرار نگرفته بودند و این مسابقه برای اینها بسیار پرفشار بود. در کل ما نتوانستیم راه حل لازم را در جریان مسابقه پیدا کنیم. وقتی خوب بازیکن صحبت کردن راحت تر می شود. چند بار روی دروازه آتلانتا حمله ور شدیم اما موفق نشدیم چانس مسلم گلزنی ایجاد کنیم و این موضوع ممکن است برای تیم های دیگر اتفاق بیفتد. شما از ما میخواهید شنبه ساعت 12 و 30 بازی کنیم که تصمیم تقریبا مثل یک جنایت هست. البته این موضوع هیچ ارتباطی با نتیجه بازی امشب ندارد، اما بابت این تصمیمات به شما تبریک میگویم. کونته سرمربی اینتر متوجه تفاوت اینتر و رئال شدیم. آنتونیو کونته سرمربی اینتر مده شد. این دیدار نشان دهنده تفاوت تیمش با رئال مادرید بوده است. اینتر در شبی که در نیمه اول و به علت اخراج آرتورو ویدال ده نفره شد در نهایت در سنسیرو با نتیجه 2-0 مقابل رئال مادرید شکست خورد تا چانس چندانی برای صعود به دور بعد نداشته باشد. آنتونیو کونته در پایان این دیدار ادعا داشت ده نفره بازی کردن برابر تیم بزرگ مانند رئال مادرید دشوار هست. آنتونیو کونته گفت بازی کردن در برابر باشگاه های بزرگ مانند رئال مادرید همیشه دشوار هست. پس در شرایطی که یک گل از حریف عقب یافتید و یک بازیکن شما نیز در نیمه اول اخراج شود غلبه بر این تیم غیر ممکن می شود. من فکر می کنم در این دیدار متوجه تفاوت خود و رئال مادرید شدیم، اما این شکست نباید ما را از پای در بیاورد. این شکست باید به ما نشان دهد که برای رسیدن به موفقیت مسیری وجود دارد و ما در این راه تشنه سخت کوش و فروتن باشیم. این گونه متوجه می شویم که کجای کار هستیم و نباید اجازه دهیم تحت تاثیر صداهای بیرون قرار گیریم. تنها راه حل موجود تلاش فراوان و تمایل به رشد و پیشرفت در همه ابعاد هست. در گذشته مارادونا همه برای از دست دادن شخصی که تاریخ فوتبال را نوشت و همیشه یک چهره ماندگار در این ورزش بود اشک می ریزیم. مارادونا شهر فوتبال بود. من لذت بازی در برابر مارادونا و یارگیری با او را چشیدم. او خیلی هم جوان نبود و هنوز هم انگار خبر وفات او واقعیت ندارد.